موضوع تا شاید که مثالی که ایشون زدن راجع به رمان هایی که اگر این قانون وجود داشت چطور امکان داشت که خونده باشین، دقیقا من یاد تمام اون موزیک هایی بود که در تمام اون سالات تو ایران به صورت کپی به دست ما میرسید و من و دوستان، و اینکه همه اون چیزی که ما احتمالاً از بخش زیادی از موزیک غربی، حالا اون بخشی که علاقه داشتیم بهش، میاموختیم بابت هیچ کدومش ما حق و حقوقی پرداخت نکرده بودیم. در واقع برای خود من به شخصه این ملزم بودن به این که هر موزیکی که این روزها گوش میکنم حتما بابتش برم و از روی آیتونز یا جای دیگه که هست بابتش پرداخت انجام بدم، این سبک زندگیه که توی ایران وجود نداشت. اینو بیرون از ایران آدم ملزم میکنه به این که این چیزها رو فرا بگیره و بدونه که، یعنی قضیه منظورم اینه که زنجیروار به هم وصله. خود ما شاکی بودیم از اینکه چرا کارهایی که میسازیم کپی میشه، و در حالی که اگر فرض فهمید به این قانون ما پیوسته بودیم، فقط فکر این که بنده یه قطعه از فرض فهمید گروه یه تمی از یک موزیک خارجی رو در مثلا فلان آلبوم من استفاده کردم، این کافی نیست. یعنی ما باید بابت اون با ایجنت اون موزیسین یا گروه موزیک تماس گرفته میشد و بابتش به قول معروف مذاکره انجام میشد و حق و پرداخت میشد. تمام آهنگسازهایی که توی هر سبک و سیاقی به هر حال آهنگسازی به شکل مدرن دیجیتال که با نرم افزار دارن توی ایران کار میکنن، 90% چون بابت اون نرم افزارها هیچ حق و حقوقی پرداخت نکردن. یعنی همه اونا نرم افزارهایی که در اینجا شما بخواید بخرید، شاید بعضیاشو تا چند هزار دلار باید پول بدین، یا به ویژه مثلا بانک های صوتی، یعنی ذخیره های صوتی که به صورت سمپل های وجود داره که صدای همه سازها روش هست و شما در واقع تغذیه اصلیتون برای تولید موزیک اونا باید باشه. خب اینا رو یه شرکت هایی نشستن و بابت این سالها زحمت کشیدن، یه سری آدم متخصص، و اینا رو نتیجه سالها در واقع کار علمی جمعی هست. ولی اینا تو ایران ما راحت هممون کپی میکردیم و استفاده میکردیم، و یعنی در واقع از چیزی مینالیدیم که خودمون هم رعایتش نکرده بودیم. برای همین بابت این که در واقع چه تبعات حقوقی این قضیه پیدا میکنه پیوستن، بدیهی که من نمیتونم راجعش نظر بدم و تخصص کسایی مثل خانم کار هست که بتونن ابعاد این قضیه رو بررسی بکنن، ولی اون چیزی که من با در واقع سواد الکنم راجع به این میتونم حدس بزنم اینه که این قضیه زمان خواهد برد، خیلی زمان میبره، و اما در مجموع اگر که بخوایم در موضع داوری قرار بگیریم، من از موافقان این قانون خواهم بود.